طرح جنگ افروزی های رژیم آخوندی در اجلاس سران گروه 7. اعدام یک جوان در زندان نور در استان مازندران. انعکاس تظاهرات لندن در رسانه های عربی. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان گرامی، آخرین خبرهای این ساعت رو تقدیم حضورتون میکنم. پرونده جنگ افروزی های رژیم آخوندی در تنگه هرمز در اجلاس سران 7 قدرت صنعتی جهان که ماه آینده در فرانسه برگزار می شود مطرح خواهد شد. خبرگزاری رویترز به استناد به بیانیه دولت انگلستان پس از تماس تلفنی دونالد ترامپ با بوریس جانسون نوشت در مذاکرات تلفنی دونالد ترامپ با بوریس جانسون هر دو درباره تنش جاری با رژیم ایران گفتگو و تبادل نظر کردند و اتفاق نظر داشتند که پرونده این تنش را در اجلاس ماه آینده سران کشورهای قدرتمند صنعتی جهان موسوم به گروه 7 در فرانسه مطرح کنند. رژیم آخوندی سحرگاه امروز یک زندانی جوان را در زندان نور در استان مازندران به دار آویخت. وی که تورج نام داشت، هنگام ارتکاب جرم انتصابی 16 سال سن داشت. این زندانی که هنگام اعدام 22 سال سن داشت، بیش از 6 سال پیش بازداشت و زندانی شد. صبح امروز یک شنبه، فرهنگیان بازنشسته برای دومین روز متوالی مقابل سازمان برنامه و بودجه رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران تراورس حوزه احمدآباد هرمزگان امروز یک شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق و مزایا اعتصاب کردند. شامگاه شنبه 5 مرداد چند جوان جسور به آخوند مهدی زاره سرکرده پایگاه بسیج ضد مردمی شیخ علی چوپان در شیراز حمله کرده و ضمن شعار علیه سران رژیم وی را گوشمالی دادند. جوانان پس از گوشمالی این آخوند جنایتکار محل را ترک کردند. العربیه در گزارشی از تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در لندن نوشت این تظاهرات که با عنوان حمایت از اعتراضات مردم ایران صورت گرفته است در ادامه سلسله تظاهرات و گرد همایی‌های ایرانیان مخالف رژیم که طی هفته‌های گذشته به صورت مستمر در پایتخت‌های کشورهای غربی در آمریکا و اروپا ادامه داشته است. در تظاهرات لندن، شخصیت‌های سیاسی، نمایندگان پارلمان و مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جوامع و تشکل‌های ایرانیان شرکت دارند. مریم رجوی در پیامی از تظاهرکنندگان قدردانی کرد و تظاهرات آنها را نقطه اوج سلسله تظاهرات حامیان مقاومت که خواهان سرنگونی رژیم ایران هستند توصیف کرد. روزنامه نشنال امارات متحده عربی نوشت هزاران ایرانی تظاهرکننده در لندن از دولت انگلستان خواستار نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران شدند. تظاهرکنندگان در لندن مصرانه از انگلستان خواستند سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و ولی فقیه را در لیست نهادهای تروریستی قرار دهد. مریم رجوی در پیامی به تظاهرکنندگان گفت رژیم ایران یک زبان بیشتر نمی‌فهمد
و آن زبان قاطعیت است و از انگلستان و اروپا خواست به ملاها باج ندهند، به کاهش فشار تحریم ها کمک نکنند و شماری از گروه ها را سازمان های تروریستی اعلام کنند. ممنون از توجهتون به خبرهای این ساعت. خدا نگهدار.